ابتدای برنامه دیگر از مجله خبری سپید و سیاه درود میفرستم به شما هموطنان و همزبانان و پارسیدانان سراسر این کره خاکی، از سمرقند و بخارا گرفته تا به هرات و خراسان و تمامی فلات ایران زمین. خرسندم که پس از گذراندن دوره‌ای طولانی از بیماری و گرفتگی صدا، همینک در حضور شما مخاطبین محترم برنامه حاضر هستم، البته به همراه همکار عزیزم محمد. بله، درود من رو هم پذیرا باشید بینندگان محترممون در برنامه سپید و سیاه و البته شهرزاد عزیز. من تصور میکنم با گذر زمستان در اتو بیماری شما رو سیاهی به زغال باقی مانده و خب میبینم که کاملا سرحال و از نظر حداقل ظاهر سلامت خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا به هیچ وجه هیچ گونه اثر سیاهی به سراغ شما نیاد و همیشه سپیدی و سلامتی و شادابی شامل حال شما باشه. اگر اجازه بفرمایید بینندگان محترم، بپردازیم به برنامه امروزمون از شبکه تلویزیونی افق ایران سپید و سیاه تا 30 دقیقه آینده که در حضور شما خواهیم بود. مشکلاتی که درون ایران وجود داره، از فقر گرفته تا اعتیاد و اختلاس و تورم و غیره، در درجه اول گریبان مردم خصوصا قشر ضعیف رو میگیره. اما به همین جا محدود نمیمونه. فقر و بیکاری و حالا مشکلات دیگه میتونه تبعاتی برای اقشار دیگه و در ابعاد بزرگتر جامعه و کشور داشته باشه. به هیچ عنوان نمیتوان کمبودها رو مختص یه طبقه یا یه گروه دونست. جامعه مثل یه پیکر میمونه و همین ویژگی میتونه باعث بشه هر بیماری در تمام اعضا منتشر بشه و آثار بدش رو به جا بذاره و نشون بده. عرض کنم خدمت شما بینندگان محترممون، در نخستین روزهای سال جاری، همین هفته که درش قرار داریم و البته هفته آینده، قرار بر این هست که آقای روحانی رئیس جمهوری ایران، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برود به استان کردستان، اونجا سفر بکنه. و خب میدونید ایشون در دفعات قبلی که در این استان بوده وعده هایی رو به مردم داده که به هیچ عنوان این وعده ها در این استان عملیاتی نشدند. خبرنگار مهر گزارش داده که حسن روحانی در نخستین روزهای سال 96 به این استان یعنی کردستان سفر خواهد کرد. وی پیش از این دو بار به کردستان رفته که در مرتبه نخست در قامت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری وعده های متعددی به مردم این استان داده و حال پس از گذشت 4 سال از اون وعده ها هیچ کدام عملیاتی و اجرایی نشدند. کاملا قابل پیش بینی بود. روحانی 2 سال قبل نیز در این بار البته در قامت یا در مقام رئیس جمهوری به کردستان سفر میکنه که در جریان این سفر نیز مصوباتی در حوزه های مختلف مطرح میشه و به تصویب میرسه و البته وعده هایی هم داده میشه که این مصوبات در مدت زمانی کمتر از 2 سال قرار بوده اجرایی بشوند، اما هنوز هیچ گزارشی از میزان و یا درصد تحقق این مصوبات، اجرایی شدن این مصوبات اعلام نشده است. چرا اعلام نشده؟ خب به راحتی میشه پیش بینی کرد و یا برداشت کرد، طبیعتاً هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته و نهایی نشده. تمام این طرح ها و مصوبات به صورت کن احتمالاً باقی مانده و یا کلاً کنسل شده. در یکی از این وعده ها آقای روحانی گفته بوده که کردستان استعدادهای بسیار خوبی در عرصه‌های مختلف در اختیار داره. به همین دلیل بلافاصله بعد از تشکیل دولت تدبیر و امید، ما کارگروهی ویژه برای اختصاص اعتبارات بیشتر به استان کردستان تشکیل می‌دهیم. قول می‌دهم که با کمک شما جوانان عزیز مشکلات این استان را همزمان با سایر نقاط کشور از میان برداریم. بله، مشخصه که ایشون این صحبت‌ها رو و این وعده‌ها رو در زمان کمپین انتخاباتیش داده بوده. امروز 4 سال از این وعده روحانی برای تشکیل کارگروه ویژه برای اختصاص اعتبارات به کردستان می‌گذره. این در شرایطیه که در سفر بعدی خودش به کردستان به کلی حتی همین وعده رو، یعنی دادن این وعده رو هم تکذیب کرده بود.
بر اساس جدیدترین داده های مرکز ملی آمار ایران، بالاترین نرخ بیکاری به ترتیب متعلق به استان های کرمانشاه با 24.4%، چهارمحال و بختیاری با 22.6% و کردستان با 20.5% هست. بله، عمومیت داره. این صحبت از بیکاری شده. های علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اگر اشتباه نکنم گفته که با ایجاد سالانه 1,000,000 شغل نیز میزان بیکاری در چند سال آینده در سطح فعلی باقی خواهد ماند. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری روز جمعه 4 فروردین با اعلام خبری که گفته میشه سالانه 1,200,000 نفر ما فرد و یا نیروی انسانی وارد بازار کارمون میشه، عنوان میکنه که در بهترین حالت دولت تدبیر امید تونسته فقط و فقط برای 600,000 تن در سال شغل ایجاد کنه. وزیر کار گفت با توجه به اینکه حتی اگر ما 1,000,000 شغل هم تولید کنیم تا سالها نخواهیم توانست مشکل بیکاری رو در میان جوانانمون برطرف بکنیم، حال معاونه اول رئیس جمهور میگه ما فقط 600,000 شغل میتونیم ایجاد بکنیم و کردیم، حالا اونم اگر آمارش آمار درستی باشه. پس حالا ها و شاید دهه ها اگر این چرخ بر همین پاشنه و یا این در بر همین پاشنه به چرخد، قرار است که این وضعیت و این بیکاری در کشور و جامعه ما تشدید بشود شرایطش. با اسم آتنا فرقدانی آشنا هستید. هنرمندی هست که نقاش و کاریکاتوریسته و البته فعال حقوق کودکان هستش. مدتی هم در زندان بوده، ایشون زندانی سیاسی بوده. در صفحه فیسبوک خودش مطلبی رو منتشر کرده که بد ندیدیم اون رو در برنامه مطرح بکنیم. البته همراه یک عکس زیبا هم هستش. نوروز در زندان. عید نوروز 1394 در سلول انفرادی بودم، اما نوروز 1395 در بند زندان اوین تصمیم گرفتم سبزه نوروز را در یک کفشم سبز کنم. دانه ها جوانه می زدند و قد می کشیدند. بعضی از همبندی هایم می گفتند وقتی به این کفش که انگار زندگی از درون آن تراوش کرده نگاه می کنیم قدم هایمان استوارتر می شود. چند ماه از بازگشتم به آغوش خانواده می گذرد. مادرم می گوید یا این کفش را دیگر به پا نکن و یادگاری از سالی که در زندان سبزه عید را در آن کاشتی به یاد آن دوران ترحمان نگهش دار و یا به دلیل کهنگیش اون را دور بیندازه. به او می گویم این کفش پاره پاره هم که شود بارها و بارها وصلش میزنم و بپا میکنم، چرا که بسیاری از گامهای من در زندانهای قرچک و اوین جا مانده است و هر نوروز به یاد تمامی زندانیان غیر سیاسی و سیاسی ایران هر گام را به سبزه ای می آرایم تا به رنگ سرخ یک ماهی تنگ خیره شود، شاید رنگ سپیدی به رهایی گره خورد. سال خوبی را برای تک تک شما عزیزان آرزو ماندم.
صفالیه، باد سرد ری بلگ زرد ری روز درد ری وقت شادیه. بسیار خوبی در رابطه با بارش در اقصا نقاط کشور به گوش میرسه. به گزارش روز شنبه خبرگزاری ایرنا، به دنبال تغییرات جوی و ورود سامانه بارشزا به منطقه، بارش برفته 72 ساعت گذشته از زمانی که حالا این خبر منتشر شده موجب کندی تردد در منطقه کوهرنگ به استان خوزستان شده، به گونه ای که تعدادی از مسافران نوروزی در راه ماندند و ناچار شدند که حالا در مناطق یا حالا مراکزی که در واقع سر راهشون هست اونجا اقامت بکنن. موضوع اینه که استان چهارمحال و بختیاری و خصوصا همین منطقه کوهرنگ که صحبتش هست در رابطه با مسئله آب بسیار حائز اهمیت. بله دقیقا شهرزاد عزیز، دست روی نکته مهمی گذاشتید و مطرح کردید. منطقه کوهرنگ بله از نظر آب بسیار حائز اهمیت، سرچشمه درود اصلی کشور ما زاینده رود و به نوعی کارون از این منطقه هستش. حالا جدایی از این که خب سرشاخه های دیگری هم در ادامه مسیر کارون به کارون اضافه میشه تا در نهایت رود کارون با اون خروش و قدرتش به سمت خلیج همیشه فارس ادامه پیدا بکنه مسیرش رو، اما به هر حال سرچشمش در منطقه کوهرنگ قرار داره و البته زاینده رود. دارید میبینید در این خبر صحبت از این هست که راه‌ها در این منطقه بسته شده به خاطر بارش برف در نوروز، در زمستان، در دی ماه، آذر ماه، قبل از زمستان، بهمن ماه، آنچنان بارش برف در این مناطق زیاد هست که مردم اگر دچار در روستاهای مختلف هر نوع بیماری بشن، برف از یک نفر آپاندیسش مشکل پیدا بکنه، خب به شدت شرایط براش خطرناک میشه، شاید جونش رو از دست بده به خاطر بارش برف. اما در تابستان که میشه مردم این روستاها حتی آب آشامیدنی ندارند و باید براشون با تانکر آب بیارند. از اون سو سرمای زمستان برف، از این سو تشنگی تابستان. چرا؟ چه کسی میبایست پاسخ بده؟ روستاهای مختلفی در منطقه کوهرنگ وجود داره. یکی از شاید بگم توریستی‌ترین روستاها در همین منطقه کوهرنگ روستای سرآقا سید هست که این روستا عملا 6 ماه از سال تمام مسیرهای عبوری به اون بسته است به خاطر بارش برف. از اون سو در شهرستانهای دیگه استان چهارمحال، بختیاری، ناقان، اردن، منطقه سبزکوه، منطقه دورک، اگر حالا دوستان اطلاع داشته باشند، مناطق کوهستانی است که این مردم در فصل زمستان محاصره برفند اما در فصل تابستان تشنه. اینها به غیر از عدم مدیریت صحیح منابع آبی اسمشون میشه چه گذاشت؟ آیا در گذشته تاریخ هم مردم بختیاری با چنین مشکلی در تابستان ها مواجه میشدند یا در زمستان ها؟ مردم بختیاری از خوزستان در تابستان کوچ میکردند به مناطق سرسبز کوهستانی استان چهارمحال و بختیاری. به چه خاطر؟ به خاطر وفور آب. به این خاطر کوچ میکردند اینجا. اما الان در تابستان آب ندارند مردم. بله درد بزرگی است که این روزها
کل کشور ما و از جمله مردم چهارمحال بختیاری بهش گرفتارنده. فرماندار کوهرنگ همین شهری که داریم دربارش صحبت میکنیم اعلام کرده که امداد رسانی به 1000 مسافر نوروزی گرفتار در برف در محورهای این شهرستان در شامگاه جمعه اتفاق افتاده، کمک کردیم. مسافران گرفتار در برف به دلیل کولاک شدید در گردنها و نداشتن زنجیر چرخ از ادامه راه باز ماندند که در اماکن عمومی بین راهی اسکان موقت بهشون دادیم. آقای مرتضی زمانپور اضافه میکنه بارش برف که روز گذشته موجب بسته شدن راه ارتباطی 30 روستا در بخش موگویی و سمسامی شده بود، با تداوم بارش ها راه ارتباطی این تعداد روستا البته همچنان بسته هستش تا زمانی که این گزارش رو البته تنظیم کردند. مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری میزان بارندگی در این استان و در شهر کرد 17 میلیمتر، کوهرنگ 77، لردگان 32 و اردل 26 میلیمتر اعلام کرده و ارتفاع برف در مرکز این استان یعنی شهر کرد 9 سانتی متر اعلام شده. خب اینها همش صحبت از ماه فروردین ماهه. شما حالا ببینید در دی ماه و بهمن ماه چه خبره. من دیگه توضیح تکراری خدمتتون ارائه نمی کنم. گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران آرش صادقی که در پی اعتصاب غذایی طولانی مدت از بیماری های متعدد رنج میبره، طی حدود 10 روز گذشته از سوی یک پزشک اعزامی از خارج زندان معاینه شده. وقتی این معاینه انجام شده، پزشک مذکور از این زندانی سیاسی در خصوص آزمایش های اندوسکوپی و اکواسپیرومتری پرسیده و اعلام کرده که نتایج هیچ کدام از آزمایش ها در پرونده آرش موجود نیست. این در حالیه که آرش صادقی تمامی آزمایش های مورد نظر رو پیشتر انجام داده بوده. مسئولان زندان اوین به بهانه مفقود شدن پرونده های پزشکی آرش صادقی از درمان و رسیدگی پزشکی به این زندانی سیاسی که میدونید مدت زیادی هم در اعتصاب قضا بود خودداری کردند. همونطور که همکار محترم من گفت، این شک وجود داره که مفقود شدن اسناد و سوابق پزشکی آرش به جهت تعویق انداختن روند درمانی ایشون صورت گرفته باشه. آرش صادقی در پی محرومیت از رسیدگی پزشکی میدونید مبتلا به عفونت ریه هم شده. بیماری منینژیت ایشون به آسم تبدیل شده و سوی دیگه علاوه بر از کار افتادن یکی از کلیه هاش، معده ایشون همچنان خون ریزی داره و این مسئله باعث شده که دیگه قادر به خوردن غذای زندان هم نباشه. همچنین پزشکان بهداری زندان از ابتلای آرش به کلیت روده خبر دادن که به دلیل عدم رسیدگی درمانی هم اکنون در وضعیت پیشرفته قرار گرفته. آرش صادقی که بیشتر در پی بازداشت مجدد همسرش دست به اعتصاب قضا زده بود، پس از دیدار با دادستان و قول کتبی آقای دادستان برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده بانو گلرخ ایرایی همسر آرش، 18 بهمن ماه اعتصاب قضای خودش رو برای دومین بار متوقف کرد. این زندانی سیاسی پس از پایان یافتن اعتصاب قضا به میبانستان منتقل میشه، اما پس از گذر ساعتی بار دیگر با مخالفت نیروهای امنیتی ایشون به زندان اوین بازگردانده میشن. شاید آرش صادقی اگر بخواهدم به اعتراضش ادامه بده، اگر بخواهدم که مجدد اعتصاب قضا بکنه، دیگه توانی براش با این وضعیت و شرایط باقی نمانده باشه. حتی راه اعتصاب قضا هم به عنوان یک اعتراض از ایشون گرفته شده و به روی ایشون بسته شده. نمیدونم اگر بخوایم تعریفی از بنبست ارائه بدیم، آیا میتونیم مثالی غیر از آرش صادقی و شرایطی که ایشون و همسرش درش گرفتار اومده توصیف دیگه‌ای بتونیم مثلا ارائه بدیم؟ من فکر میکنم در این روزهایی که همه مشغول جشنهای نوروز و عید هستیم،
بد نیست اگر گاهی اوقات به وضعیت چنین افرادی هم فکر بکنیم. دویچه وله فارسی یه گزارشی رو کار کرده، گزارشی همراه با عکس در واقع، درباره خالی از سکنه شدن روستاهای سیستان و بلوچستان به دلیل بحران آب. فاجعه‌ای که البته مدت هاست دربارش اطلاع رسانی میشه مرتب، ولی گوش شنوایی وجود نداره. اینکه این آدم هایی که دارن این روستاها رو خالی میکنن کجا میرن، چطور زندگی میکنن و آینده بچه های خانواده های اینا چی میشه، چیزیه که احتمالاً بحران یکی دو سال آینده خواهد بود. امروز از دید رسانه های وابسته به نظام فقط مشکلیه به نام حاشیه نشینی. گزارش رو که میخواییم خدمتتون ارائه بکنیم و به تصاویری که در این گزارش هست کار سایت دویچه وله آلمان هست. گفته شده که در سالهای اخیر بیش از 300 روستا در استان سیستان و بلوچستان ایران به دلیل این سایت، اینو من خدمتتون اینجا عرض کنم، سایت دویچه وله عنوان کرده به دلیل خشک سالی. اما من همیشه خدمتتون عرض میکنم، خب همین زمستون رو شما دیدید، ما خشک سالی داشتیم، همین روزها در نوروز بارش برف و باران خب در سراسر کشور ما داره انجام میشه. به هیچ عنوان زمستان به خب بهار امسال، میگن سالی که نکوس از بهارش پیداسته، مشکل ما مشکل خشک سالی نیست. من با اجازه نویسنده سایت دویچه وله کلمه خشک سالی رو به مانند همیشه به خشک آبی تغییر میدم و در این گزارش خواهم خواند. منتها وظیفه خودم میدونستم که این رو اعلام بکنم، به عنوان نظر شخصی خودم البته. بله، 300 روستا در استان سیستان و بلوچستان ایران به دلیل خشک آبی متروکه شدند. خشک آبی روی بافت جمعیتی مناطق مختلف ایران از جمله این استان در شرق کشور ما تأثیر گذاشته. بسیاری از روستاها نیز در آستانه خروج کامل اهالی قرار دارند. در برخی از این روستاها تنها آن دسته از اهالی که توانایی مالی برای مهاجرت به دیگر مناطق را نداشتند به ناچار در روستاها باقی ماندند. برخی روستاهای زابل روز به روز در حال خالی شدن از سکنه هستند. در این تصاویری که داریم با هم می‌بینیم اهالی روستایی در اطراف زابل را مشاهده می‌فرمایید که در گذشته تنها درآمدشان از راه کشاورزی بوده، ولی حالا و در پی خشک آبی‌های پی در پی در آستانه متروک شدن قرار گرفته است. از جمله چالش‌های بزرگ سرزمین ما ایران که به اون روبروست، چه در حال حاضر و البته در آینده نزدیک، بحران کم آبی است. و خب من فکر می‌کنم تک تک 80 میلیون نفر جمعیت کشورمون، البته به غیر از آنهایی که خودشون عامل این بحران کم آبی در کشور ما بودند، فقط اونها هستند که اطلاع ندارند که علت این بحران کم آبی چیست. عدم مدیریت صحیح منابع آبی که در سالهای دهه 60 آغاز شد و خب ختم شد به الان که دهه 90 هستیم و به واقع از آینده همه نگران هستیم و علامت سوال بزرگی از نظر امکان کشاورزی و خب شرایط منابع آبی کشورمون برامون ایجاد شده. امیدواریم که به هر حال با تغییر بعضی از مدیریت‌ها همه چیز ختمه به خیر شود. البته امیدواریم. روز به روز جامعه ایران کیفیت محتوای ارتباطش از طریق فضای مجازی بیشتر و بهتر میشه، شرایط برای مسئولین جمهوری اسلامی و خصوصا کسانی که قصد شرکت در انتخابات ها رو دارن سخت‌تر میشه. مجبور میشن درست روی اصول خودشون پا بذارن جلوی دوربین ها و البته به صورت موقت. حرف زدن و ارتباط برقرار کردن با جوانهای این دوره برای متحجرین خیلی پیچیده شده.
بنابراین ابزار خودشون رو گاهی عوض میکنن، شاید یک نتیجه‌ای بتونن بگیرن. من فکر میکنم اگر دوستانی که با شبکه‌های مختلف اجتماعی در ارتباط هستند، به مانند اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و یا حتی تلگرام، این تصویر رو دیده باشند که الان میخواییم با هم ببینیم. بله بله، آقای روحانی یکی از این کانال‌های اصلاح طلب گفته بود این جوان‌ها خواستن عکس بگیرن با آقای حمید لولایی، بعد دیدن ایداد بیداد آقای روحانی است، از این طنزهای به شدت بیمایه خواسته کار بکنه و خب مثلا فضا رو عادی جلوه بده. نه خیلی، این تصویر مشخصا کاملا آمدانه و خب تک تک ترکیب بندی این کادر چیده شده هستش و خب انتصابات جمهوری اسلامی هم در راهه و خب اینها هم نیاز دارند حداقل برای حفظ وجهه بین المللیشون در انتصابات رأی جوانها رو داشته باشند. شروع میکنن در این یکی دو سه ماهه به واقع متفاوت عمل کردن، بعد که انتخابات تموم شد همه چیز رو فراموش میکنن دیگه، حداقل در این 38 سال برای همه ما این موضوع ثابت شده. اما در همین ارتباط من توی فیسبوک توی صفحه خانم مهرانگیز کار داشتم مطالعه میکردم، حالا پستی که گذاشته بودن، دیدم روی یک پستی رو منتشر کردن. میدونید خانم کار حقوقدان و وکیل شناخته شده حقوق بشر هستن، به عنوان یک مدافع حقوق بشر دارن فعالیت میکنند و البته حقوق زنان و بانوان. ایشون در صفحه فیسبوک خودشون در رابطه با همین عکس نوشته بودن تمدن غربی چه چیز بدی است، دختر و پسرها با هم میروند کوه نوردی، نزدیکی های انتخابات، اما این بدی دیگر بد به نظر نمیرسد. اگر آقای خامنه ای هم احتیاج به انتخابات داشت او هم در چنین عکسایی مشاهده میشد. خب فکر میکنم همه چیز رو ایشون به صورت صریح و عیان و کامل گفتن دیگه، توضیحی باقی نمیمونه. میبایست سپاسگزار بود، میبایست قدردان بود. سپاس از شمایی که با حمایت از این مجموعه برنامه باعث تولید توانی چندین باره در گروه تولید مجله خبری سپید و سیاه شدید. در پایان برنامه دیگه از این مجموعه با مهری افزون درود میفرستم به شما و تا برنامه دیگر بدرود. سپاس از تو شهرزاد عزیز و گرامی و البته خیلی خوشحال هستم که شما رو به مانند برنامه قبل در برنامه سپید و سیاه حضورتون رو داریم. اما بینندگان محترم و گرامی ما، برگه فیسبوکی ما همطور که دارید آدرسش رو میبینید در اختیار شما قرار داره تا ما رو محروم نکنید از پیشنهادات و البته انتقاداتتون. و خب البته اگر از بخش های مختلف برنامه که به صورت تفکیک شده آرشیو میشه در این صفحه و قرار میگیره، اگر تمایل داشتید و مشاهده فرمودید و خوشتون اومد، البته یک کوچیک لایک کنید. روز روزگار بر شما خوش، بهروز، پیروز، موفق و سربلند باشید ایرانیان. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، نوروز خجسته، بدرود.